دو تا برادر چه قشنگ پاسکاری میکنی. خزان ببین، هزار بار بهت گفتم، یه بار دیگه هم میگم، من از این قضیه هیچ اطلاعی نداشتم. شنیدی؟ این هیچی عوض نمیکنه سینان. از نظر من فرقی با دفعه قبل نداره. این برنامه یه که برای شب اول تو هتل ریخته بودی. اصلا به نظرم خوب شد که زندانی شدیم. حداقل اینجوری مجبور شدی حرف بزنی. حرف نمیزنم. اون برادر دانشمندت به خیال خودش ما رو اینجا حبس کرده که بشینیم حرف بزنیم و همه چی رو درست کنیم، اما من کلمه ای حرف نمیزنم. یه چیزی بهت بگم؟ اما من حرف میزنم. حتی اگه گوشاتم بگیری باز من تا صبح برات حرف میزنم. فکر نمیکنم اونقدر طول بکشه. بذار برات خلاصش کنم. من یه آدم خودخواه و بیفکرم که فقط برای خنده و سرگرمی به آدمایی که هیچ شناختی ازشون ندارم تهمت میزنم و میندازمشون توی تله. دیدی؟ تا صبح طول نمیکشه، حتی توی یه جمله تموم شد. فقط یه چیزو خوب میدونم، اونم اینه که اون شب مزخرف هتل و هزار بار کوبیدی تو صورتم. ما الان تو این حالیم چون تو میخواستی تلافی اون شبو در بیاری. من باعث شدم تو این وضع بیفتی؟ من؟ ای وای، من کیم؟ خدایا ببین چه کاره که از دستم بر نمیاد. فکر کردی بیام دوتا ژست بگیرم همه چی یادم میره؟ آره؟ برای تو خیلی راحته، برای تو خیلی عادی آقا سینان. اصلا فکر نمی کنی نه؟ اگه من نبودم چی؟ در اصل اون تله رو برای خواهر طفل معصوم من گذاشته بودی. اصلا فکر کردی برای چی من به جای اون رفتم؟ میدونی چرا؟ نمیدونی؟ من به خاطر تو رفتم اونجا. من عاشقت بودم احمق، عاشقت بودم، همونجوری دورا دور، یواشکی و پنهونی، بدون اینکه کسی خبر داشته باشه. میدونی چجور عاشقی؟ عاشقی که با خودش لج داره. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ همین جوری اومدم خواهرمو ببینم، حال هوام عوض بشه. حالی ببخشید، اشکالی داره؟ تو میدونی خواهرم کجاست سیاووس؟ اون شب من به جای اجه رفتم، یعنی مثلا داشتم از خواهرم محافظت میکردم، اما خودم میدونستم برای چی رفتم اونجا. وقتی داشتم اون لباسو میپوشیدم، وقتی داشتم خودم آرایش میکردم، میدونستم برای چی دارم میرم. گفتم سینان اگه من یه بارم داداش خزانو اینجوری ببینه، یه بارم مثل دخترها ببینه، شاید حداقل به صورتم نگاه کنه، شاید حداقل اسممو بپرسه. داداش خزانه بیچاره، پرنسس خوشتیب میبینتش، میپسندتش. بدبخت، بدبخت بیچاره احمق. تو اون شب فقط با غرور دختری که نمیشناختیش بازی نکردی، با قلبی بازی کردی که به خاطر تو میتپی، با همه ی وجودم، با اعتماد به نفسم، با احساساتم، با شخصیتم، تو با همه چیز من بازی کردی. خدایا جواب منو بده، خدایا جواب منو بده. Thank you.
از خودم متنفرم، به خاطر کارایی که با تو کردم، به خاطر بدیایی که به هر دمون کردم از خودم متنفرم. راضی شدی؟ من نمیخوام از خودت متنفر باشی، فقط میخوام از کارت پشیمون باشی. یه جایی همین جهاز یعنی چی؟ گوشیش هم که پیشش نیست، مگه نیومدین اینجا عکاسی؟ خبر نداری مدلتون کجاست یاووز؟ گفتم یه جایی همین جهاست. اصلا تو برای چی بی خبر پاشدی اومدی ها؟ میخواستی سورپرایز کنی؟ اگه گوشیش پیشش بود خبردار میشد. برای چی این سوالا رو میپرسی؟ این آدم جواب منو بده، خواهرم کجاست؟ ایجه پاشو برو خونه لطفا. باشه باشه، هر تو راحتی، خودم پیداش میکنم. دستیارتون گفت برای عکاسی رفتم توی خونه ای. یعنی اون خونه کجاست؟ وایسا اجه وایسا، لطفا مزاحمشون نشو. مگه چند نفرن؟ تو منو باور نمی کنی، باور نمی کنی که پشیمونم. اگه واقعا پشیمون شده بودی نمی گفتی با یاووز رابطه دارم. ببین خزان، منم یه دلایلی برای خودم داشتم. دلیل داشتی؟ تو چشم نگاه کن و بگو من و برادر تو چسبوندی به هم، تونستی ما رو بذاری کنار هم دیگه، هم تو مغزت هم تو قلبت منو گذاشتی کنار برادرت. نمیتونی برای این کار تیکای روزنامه رو بهانه کنی. هنوزم نمیتونی در مورد اون تیک روزنامه مسخره جواب بدی نه؟ چی شد؟ بیا باز یقمو بگیر. همه چیو تو روم گفتی. امروز برای اولین بار با هم روبرو شدی خزان. ولی وقتی پای خبرای روزنامه میاد وسط یا پای برادرم میاد وسط، خزان سکوت میکنه، خزان پشتشو میکنه. آره سکوت میکنم. در مورد اون روزنامه ها به جز چیزی که اون روز گفتم هیچ چیز دیگه ای ندارم که بگم. همش همین؟ من چیم؟ من یه عاشقم خزان، عاشقم و حسادت کردم. چیکار کنم؟ دست خودم نبود. فرقی نمیکرد که طرف برادر خودمه. به صورتم نگاه کن خزان، به صورتم نگاه کن. میدونی حسادت آدمو به چه روزی میندازه؟ اون روز فقط به خبرای تو روزنامه حسودیم نشد، به چیزایی که دیده بودم هم حسودیم شد. تو چی دیدی؟ وقتی به من نگاه میکنی به جز خودت چی میتونی ببینی ها؟ من خزانی رو دیدم که به برادرم میخندید، خزانی که باهاش رفته بود پرورشگاه، خزانی که باهاش چشمند بازی میکرد، خزانی که داداشم اشکاشو پاک میکرد. خزانی رو دیدم که فکر میکردم فقط من میتونم به اشکاش دست بزنم، نه برادرم. در حالی که تنهایی برای بابام گریه میکردم، خزانی رو دیدم که داداشم رو بغل کرده بود. آره داداشتو بغل کردم چون تو فرار کردی، مثل همیشه فرار کردی و گذشتی رفتی. اما اون وضعیتش با تو فرق میکرد، نمیتونست گریه کنه، از ناراحتی به خودش میپیچید. من بغلش کردم چون باید گریه میکرد. اون روز فقط داداشم نبود که گریه میکرد خزان. آره نبود، اما اونی که فرار کرد تو بودی. از اون شب به بعد هر روز و هر شب سعی کردم با وجود همه ی رفتاری که با هم کردی کنارت باشم، اما تو به خاطر برادرت از من فرار کردی. آره آره من فرار کردم، تو هم تصمیم گرفتی اونو بغل کنی نه؟ چی شد؟ جوابی نداری بدی نه؟ متوجه نیستی دارم از چی برات حرف میزنم؟ خزان من فقط از خبرهای تو روزنامه حرف نمیزنم. این وسط برادرم هم
برادر چی؟ من تا این حد رو تو حساسم خزان. نه عقلم، نه قلبم، نه اعتمادم نسبت به تو، نه حس پشیمونی. هیچ کدوم نتونستن جلوی منو بگیرن خزان. آره پشیمونی میتونه یه مرد رو سر عقل بیاره. حق داری، اما یه مرد عاشق و چی؟ حس پشیمونی اونقدر قوی نیست که بتونه یه مرد عاشق رو سر عقل بیاره. میدونی بین همه اینا بیشتر از همه چیونی میتونم هضم کنم سینا؟ تهمتی که اول به من و خواهرم زدی فرق میکرد، چون ما رو نمیشناختی. اما این تهمتی که تکش به برادرت میرسه، اون فرق میکنه، چون تو دیگه الان منو میشناسی، خیلی هم خوب میشناسی. اون دوتا رو توی خونه حبس کردی، درست فهمیدم یا بوز؟ آره درست فهمیدی. میخوای چند بار دیگه هم تکرار کنم؟ حالت از اونی که فکر میکردم هم وخیمتره یا بوز. چطور؟ آخه برای چی یا بوز؟ چرا داری همچین کاری میکنی؟ اجه ببین، پرسیدی خواهرم کجاست؟ منم گفتم قرار نیست چون قضیه رو بهت گفتم سخنرانی کنی، متوجه شدی؟ تو هم حق نداری تو انتخابای خواهر من دخالت کنی. شاید آمادگیشو نداشت، شاید دلش نمیخواد با سینان حرف بزنه. برای چی تو این شرایط قرارش دادی یاووس؟ من نمیدونم سینان چی کار کرده که به این روز افتادن، اما تو میدونی، مطمئنم خیلی بیشتر از چیزایی که من میدونم میدونی. اگه بهت مربوط میشد حتما میدونستی. باشه، من نمیخوام از دهنت حرف بکشم. میدونی برای چی؟ چون به خواهرم احترام میذارم. باشه، من آدم نفهمی هستم، قبوله، درسمو بهم دادی، حالا میشه لطفاً بری؟ میدونی چیه؟ کاری که امشب کردی به یه شوالیه تبدیلت نمیکنه آقای یاووس. به چی تبدیل میکنه؟ تبدیل به یه ترسوی خودخواه میشی که برای فرار کردن از احساسات خودش دیگرانو تو شرطی قرار میده که به صلاحشون نیست. بچه رفته آوا؟ تنهایی باشده رفته یا با شوهرشه ها؟ شوهرش اینجاست عزیزم، خواهرش عکاسی داره رفته اونو ببینه. آها خیلی خوب، همین که تنها نیست خوبه. کریم اگه خبری گرفتی سریع به من زنگ بزن. خدافظ. شب بخیر خاله فضیلت. خیر باشه. این دیگه چیه؟ مامانم شیرینی درست کرده. شیرینی درست کرده، توش هم زهر حلاحل برام ریخته، آوردی من بخورم نوش جون کنم. آره عزیزم، این چه حرفیه خاله فضیلت؟ یه اتفاق خوب افتاده، مامانم برای همه محل شیرینی پخته. منو مسخره کردی دختر؟ به من چه که یه اتفاق خوب براتون افتاده؟ خب میخوای بخور میخوای نخور، زنداداشم حامله است. زنداداشت حامله است؟ شب بخیر. ای وای من دخترم، ای وای. پس این خبر رو شنیدی که بدو بدو رفتی پیش خواهرت. بمیرم برات عزیز دلم، بمیرم برای دلت. من اون روز تو بیمارستان چجوری به هوش اومدم سلیم؟ وقتی به هوش اومدم اسم کیو صدا میکردم؟ وقتی داشتم به هوش میومدم اجه کنم به خودم نیومدم. چرا ساکتی؟ حرف بزن، زود باش بگو. آه
اگه بتونی چقدر به موقع اومدی. خدا رو شکر که اومدی عزیزم. این شلوار رو ببین عزیزم، نگاه کن، دل مامانتم عین این آتیش داره میسوزه، همینجوری آتیش گرفته داره میسوزه. اما ناراحت نباش، اصلا نترس، تو به دنیا میای، اون موقع آتیش خاموش میشه عزیز دلم. پس که اینجایی؟ بله. ببین یه اتاق برات درست کردم، برو بگی بخواب. آها، یعنی میگی بی خودی اینجا منتظر نباش، فردا صبح درو باز میکنم. درد سر درست نکنی کافیه. بیا یابوس، بیا بشین، نیاز داری حرف بزنی. با تو؟ به جز من با کی میتونی حرف بزنی؟ با سینا؟ دیگه واقعا حوصله‌ام رو سر بردی. هر دومون میدونی این کاری که میکنی برادری نیست، این کارت هیچ ربطی اصلا به سینا نداره. هر کاری میکنی به خودت میکنی، برای فرار کردن از خودت خواهرم رو هول میدی سمت سینا. به چه حقی به خودت اجازه میدی به خاطر اینکه شاهد یه دعوای عادی بین دو تا برادر بودی اینقدر حرفای گنده گنده بزنی؟ بهتره به خودت بیای، هم از من هم از زندگیم فاصله بگیر. داری با خودت میجنگی نه؟ با دسته خودت در رو به روشون قفل کردی، در اسب روی قلب خودت قفل کردی. این عشقی که باورش دارین اصلا رومانتیک نیست، باعث میشه آدم اذیت بشه، نابود بشه، متوجه هستی؟ عشق اصلا ابدی نیست و من به خاطر یه چیز زود گذر نمیذارم خودم فدا بشم، نمیذارم برادرم فدا بشه، اجازه نمیدم. اگه تجربهش کنی چی؟ بذار من بهت بگم، زمانی که عشق وارد وجودت میشه دیگه زود گذر نیست. خدا بهت کمک کنه یا بوزده که من درگیری یه عشق ابدی شدی.
الان وقتشه. کاظم اگمن مادرزن شانداخت و خیابون مادرزن کاظم اگمن آواره شده. صبح خیر فضیلت خانم. لطفاً یه روزنامه هم به هم بده آقا. الان میارم. پناه بر خدا. ای بابا خیر باشه. سر صبح کیه؟ چه خبره؟ خیلی باشه بهناز، چه خبر این وقت صبح اومدی اینجا؟ فضیلت روزنامه. چی شده مگه؟ بیا خودت ببین چی شده. بیا ببین. خدا ازشون نگذره نه؟ آره فقط همینو کم داشتم. شوخی صبحگاهیه؟ میدونم کجا میخوای بری، منم باید باهات بیام. این فرصت رو از دست نمیدم یاوز. اگه تو برادری منم خواهرم، فهمیدی؟ ببین نمیدونی دیشب چه اتفاقی افتاده و وقتی درو باز کنی چی قراره ببینی. ممکنه خواهرم نیاز به کمک داشته باشه، برای همین من باید اونجا باشم. شاید یه چند ثانیه بعد یا شاید هم چند ساعت بعد این در باز میشه. خزان، این در باز میشه. منم بدون این که به پشت سرم نگاه کنم میرم. از دستت خلاص میشم. درسته، اما وقتی پشتتو کردی و رفتی، اونی که پشت سرت باقی میذاری فقط من نیستم. تو به همه گذشته‌ای که تو قالب یه پسر داشتی هم اینجوری پشت میکنی.
اینقدر خستم که اصلا برام مهم نیست چی و پشت سرم جا میذارم و میرم. آره از دست من خلاص میشی، اما تا یه اون نمیتونی از دست ما خلاص بشی. تا وقتی تو نیمه راه بمونیم، تا وقتی متقاعد نشیم، من و تو خزان، تا وقتی ما رو تجربه نکنیم، تو دل همدیگه به زندگی کردن ادامه میدیم. راحت به ما پشت کن و برو، هم به ما هم به اون دختری که یه روزی عاشق پسری که حتی اسمش هم نمیدونست بود پشت کن و برو. اونی که پشت سرت باقی میذاری فقط من نیستم، تو به همه گذشته‌ای که تو قالب یه پسر داشتی هم اینجوری پشت میکنی. آره از دست من خلاص میشی، اما تا یه اون نمیتونی از دست ما خلاص میشی. تا وقتی تو نیمه راه بمونیم، تا وقتی متقاعد نشیم، من و تو خزان، تا وقتی ما رو تجربه نکنیم، تو دل همدیگه به زندگی کردن ادامه میدیم.
این واقعیه. واقعیه. این خودمون دوتا. واقعیه. داداشت خواهرت اینجاست. ایجی تو اینجا چی کار میکنی؟ نمیخواستم این لحظه رو از دست بدم. تو خبر داشتی؟ اینا رو ول کن، بعدن حرف میزنی. خیلی ممنونم. یه گروه فرستادی دیگه نه؟ بگو کل روز همونجا بمونن، چای و قهوه و همه یه مخارجشون هم با من باشه. آماده باش وزیرت خانم، اتفاقای خوب تو راهه. نگاه تو رو خدا ببین چیا نوشتن. ای بابا حفظ شدی فضیلت، اون روزنامه رو بذار کنار یکم حرف بزنی. کاظم اگه من در یک حرکت ناجوان مردانه مادرزن خود رو از خانه بیرون کرد. آخیش دلم خنک شد. خوب گفتن. اینجوری نگو بهناز، آخرش همه چی سر دختر من خراب میشه. میدونم بابا، میگن آبروی شوهرش به خاطر مادر زنش رفت. اون وقت چی میشه ها؟ اگه شوهرش عصبانیتشو سر دخترم خالی کنه چی میشه؟ خودت به من بگو چی میشه. راستشو بخوای فضیلت، اگه به من باشه که بازم میگم دلم خنک شد. بهناز. اما نمیگم. خیلی خوب میدونم دوست نداری در مورد دخترت حرفی بزنم. معلومه که دوست ندارم. فقط بذار ببینمش. اینایی که تو روزنامه نوشتن چیزی نیست، خیلی هم خوبه. من حرفای خیلی بدتری دارم که بهش بزنم فضیلت. بی معرفت. خیلی خوب، من دیگه میرم خونه. میخوای بری؟ آره عزیزم. فضیلت خانم، فضیلت خانم، دخترتون از این دفاع نکرد. فضیلت گور به گور شده رو نگاه، واسه ما مشهور شده خانم. تو رو خدا ببین چی نوشتن. بابام دیوونه میشه، داماد خائنی که مادرزنش رو بیرون کرد. یعنی چی آخه؟ این روزنامه کوفتی رو بذار کنار دختر، پاشو برو پیش بابا جونت، برو خبر حاملگی تو بهش بده، اون وقت ببین که چقدر حالش خوب میشه. من با این بس چجوری برم بیرون آخه؟ منو ببینن میشناسن، عکس میگیرن، هزار جور چه میدونم سوال میپرسن. بابا چه حرفا میزنی؟ کی تو رو میشناسه آخه؟ خودتو تو آینه ندیدی؟ هزار نفر باید بیان شهادت بدن که تو سرینگ منی. دخترم پاشو، جهنم و سرار اینو میدم بنداز سرت، از اینجا برو بیرون، دیگه نمیشناسنت. اینا حالا از اینجا پا نمیشن. اینو بگیر، بیا بگیر بنداز سرت. خوب شد، آفرین، دیگه کسی نمیشناستت. خیلی خوب، باشه میرم. باشه، آفرین دخترم، برو دست به جنبون. چی شد؟ فکر کنم کل روز این احمقا زول بزنم برد خونه. منم این احمقا شدم. خیلی عجیبه سینا، عقلم نمیتونه هضمش کنه ما رو. کاری به عقل نداشته باش، من به خاطر قلبت اینجام.
سینا، من میترسم، میترسم دوباره زخمی بشم، دیگه نمیتونم. خزان، زخما رو با هم مرهم میکنیم، این دستا یه بار دستاتو از دست داده، ترسو بودم، ضعیف بودم، نتونستم حفظت کنم، اما الان تو پیشمی، الان قوی ترم و دیگه نمیترسم. یکم برم پیش داداشم. باشه. همه این کارا رو به خاطر برادرت کردی نه؟ یعنی حتی به خاطر ما ورشکست شدن رو به جونت خریدی. گفتم ارزششو داره. داداش، کافیه، نمیخواد ادامه بدی. من میخوام واقعا ازت تشکر کنم. اگه یه همچین فکری نکرده بودی، هیچ امیدی به رابطه‌مون نبود. اینقدر منو گنده نکن. اگه واقعا هیچ امیدی به رابطه‌تون نبود، هزار شبم تو اون خونه میموندی؟ اینجوری نمیشد. بازم به خاطر کارهایی که برامون کردی. بس، ادامه نده سینا لطفا. آخه اینجوری هم که نمیشه. بالاخره هرچی باشه تو خیلی کارا کردی. ببین، گفتی عاشقم، دوستش دارم، دارم میمیره، دختره رو به دست آوردی، این دومین فرصتیه که نصیبت شده، این یکی هم خراب نکن دیگه. اون دختر رو نمیرنجونی. اگه برنجونیش، اگه به خاطر روزی که در قفل کردم رو تون پشیمونم کنی، اون وقت با من طرفی. با برادرت نه، با من. بهت قول میدم داداش، هیچ وقت ناراحتش نمی کنم. سلام. نگاش کن، با شکم حامله. خیلی خوشحال شدم که موندی. دیوونه شدی آبجی؟ مگه میشه حرف نزده برم؟ نگفتی چی شد که اومدی اینجا؟ تعریف نکردی. بی خیال خسان، بعد از اتفاقی که واسه تو افتاد در مورد من حرف بزنی؟ تو یهو همینجوری پا نمیشدی بیای؟ چیزی شده؟ مسئله پیش اومده؟ آبجی، میشه چشماتو ندوزی و بگی چی میخوای بهم بگو؟ ببین، با سینا ناشتی کردی، اولین بوسه زندگیت. ای بابا خجالت نکش خسان، من که نخواستم همه چی و مو به مو برام تعریف کنی. فقط الان چطوری؟ چه حسی داری؟ چه میدونم، اینقدر غیر واقعی به نظر میاد که انگار دارم خواب میبینم و قراره بیدار بشم. آبجی، باید یه چیزی ازت بپرسم. تو واقعا باورش داری؟ به سینان اعتماد داری؟ بذار اینجوری بگم، بیشتر از هر چیزی تو دنیا دلم میخواد بهش اعتماد داشته باشم و باورش کنم. نمیدونم سینان چیکار کرد که به اینجا رسیدین خزان. نترس، تا وقتی خودت تعریف نکنی من هیچی ازت نمیپرسم. اگه سینان واقعا خوشبختت میکنه، هیچی شما رو از هم جدا نمیکنه. زندگی هر دومون خیلی قشنگ میشه.
خدا کنه آبجی جونم، خدا کنه. هایی.